و الصلاه و السلام على عباده استفا اما بعد بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که خداوند از زوجل به ما این توفیق رو انایت بفرماید که در این لحظات مهمون و مبارک بیشترین استفاده رو از وقتهایمون و از فرصتهایمون ببریم باشد که خداوند از زوجل ما رو جزو کسانی قرار بدهد که در این ماه مبارک گردنشون از آتش جهنم آزاد می شود درس امروزمون درباره این حدیث نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم هست که پیامبر اکرم در حدیث صحیح فرمودند که خداوند کسانی رو دارد مؤمنانی نزد خداوند وجود دارند از گردنشون از عذاب آتش و از عذاب جهنم آزاد می شود پیامبر اکرم فرمودند و این در هر شبی از رمضان اتفاق بیفتد که خداوند گردنهایی رو از آتش جهنم آزاد می کند امیدوارم که خداوند از زوجل ما رو جزو کسانی بگرداند که در این شبهای ماه مبارک رمضان گردنمون از آتش جهنم آزاد بشود همچنین پیامبر اکرم در حدیث دیگر فرمودند که ان لله عتقا خداوند بندگانی را دارد که گردنشون از آتش جهنم آزاد شده است و که عند کل فطر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند و این هنگام افتار هست این هست که همه ما تلاشمون این هست همه انسان های مؤمن و مسلمان تلاششون این هست که گردنشون از عذاب جهنم نجات پیدا بکند حالا چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه چیزهایی رو باید مد نظر داشته باشیم که خداوند از زوجل گردنمون رو از عذاب جهنم نجات بدهد اولین مطلبی که باعث آزادی گردنمون و نجاتمون از عذاب جهنم می شود مسئله اخلاص هست و اون کلمه توحید و لا اله الا الله هست اونجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم در حدیث صحیحی فرمودند که هر کس روز قیامت در حالی بیاید که لا اله الا الله گفته و هدفش از گفتن این کلمه رضایت و خشنودی خداوند متعال بوده این شخص وارد بهشت میشه و یا در حدیث فرمودند الا حرم الله علیه النار خداوند آتش جهنم رو برش حرام ساخته پس در وهله اول و برترین و بهترین چیزی که باعث نجات ما از آتش جهنم میشه لا اله الا الله است که با اخلاص گفته بشه با ایمان و اعتقاد گفته بشه در نتیجه این ماه ماه اتقم من النیران ماه آزادی از آتش جهنم هست سعی بکنیم اخلاصمون رو اصلاح بکنیم سعی بکنیم کارهایی رو که انجام میدیم صرفا برای رضای خداوند متعال انجام بدیم که عملی که درش رضای خداوند متعال مد نظر نباشد نزد خداوند متعال پذیرفته نمی شود و با اخلاص انگونه،, آنگونه که در این حدیث اومده لا اله الا الله بگیم چرا که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح فرمودند که افضل الذکر لا اله الا الله برترین و بهترین ذکر لا اله الا الله است پس پیامبر فرمودند که هر کس با اخلاص لا اله الا الله بگه خداوند عز آتش جهنم رو برش حرام میکنه دومین چیزی که باعث میشه که گردن از آتش جهنم نجات پیدا بکنن این هست که ما نماز بخونیم نماز رو هم با تکبیر تل بخونیم حدیثی است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر فرمود من صلا لله اربعین یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولی پیامبر اکرم فرمودند هر کسی چهل روز نمازش را با جماعت بخواند به طوری که به تکبیر اولا برسد کتب الله له براءتان خداوند دو تا براءت برایش مینویسه یکی براءت من النار النف... و دیگری براءت من النفاق یکی خداوند از وجل این شخص رو از جهنم نجات میده و براعت و دوری از جهنم برایش مینویسد و دیگری براعت از نفاق هست پس دومین چیزی که باعث میشه که انسان از, به... از جهنم نجات پیدا بکنه و وارد بهشت بشه این هست که انسان التزام به نمازها داشته باشد به تکبیر اولا نمازهایش رو با جماعت بخواند و ماه مبارک رمضان بهترین فرصت عزیزان من برای این هست که ما تمرین بکنیم تا نمازهایمون رو به جماعت بخونیم اگر تا کنون سستی می کردیم اگر تا کنون نمازهایمون رو در داخل خونه می خوندیم. تلاش بکنیم تا نمازمون رو در جماعت بخونیم و این گونه براعت اون برگه براعت از جهنم و آزادی گردنمون رو از جهنم از خداوند عز و طبق این حدیث صحیح رسول الله که فرمودند اگر شما چهل روز نمازتون رو با جماعت بخونید طوری که تکبر تکبیرت الاولا از شما فوت نشود خداوند این برایت رو برای شما می مطلب دیگری که باعث آزادی انسان از آتش جهنم میشه خوندن نمازهای صبح و عصر هست دو نمازی که غالبا انسان در اینها مشغول هست نماز صبح هنگام خوابیدن هست و انسان غالبا خام میفته و نماز عصر هم که غالبا هنگام کسب و کار و تلاش هست و غفلت هست و انسان از این نماز هم خواب میفته پیامبر اکرم در حدیث صحیح فرمودند که لن یل النار احد سلا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها پیامبر اکرم فرمودند که کسی که نماز قبل از طلوع صبح یعنی نماز فجر و نماز رو که قبل از غروب آفتاب هست یعنی نماز عصر رو بخواند وارد جهنم نمی شود پس جا دارد که در این ماه اتق از آتش جهنم و آزادی آتش از جهنم ما سعی بکنیم که این اعمال رو انجام بدهیم تا گردنمون از آتش جهنم آزاد بشه یک میان برنامه کوتاه میبینیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. إذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يكي ديگر از کارهایی که باعث آزادی گردن انسان از آتش جهنم می اون حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که من يحافظ على اربع ركات قبل الظهر و اربع بعدها حرمه الله على النار پیامبر اکرم در این حدیث صحیح فرمودند که هر کس چهار رکت قبل از نماز ظهر بخواند که اشاره به سنت های رواتب دارد و چهار رکت بعد از نماز ظهر نماز نافله بخوند حرمه الله علی النار خداوند آتش جهنم رو برش حرام میکنه دوستان گرامی بعضی ها به نمازهای سنت و به نمازهای نوافل توجه زیادی نمیکنند ولی باید بدونیم که نمازهای سنت و نمازهای نوافل کامل کننده نمازهای فرض هستند و در روز قیامت هنگامی که انسان محاسبه می شود با گونه که در حدیث اومده اول ما یحاسب علیه العبد یوم القیامت از اولین چیزی که در روز قیامت انسان برایش محاسبه می شود نماز هست اگر نمازهای فرض انسان نقصی داشته باشند خداوند می فرماید پرونده بنده ام را نگاه بکنید ببینید آیا نمازه های نفلی دارد که, فرضها رو کامل بکنند که اگر نفل داشته باشد به وسیله نوافل فرض کامل می شوند. و اگر خدای نکرده نداشته باشه انسان دچار مشکل اساسی میشه پس یکی از اون چیزهایی که باعث نجات انسان از آتش جهنم و آزادی گردن انسان از آتش جهنم می شود این عمل هست یعنی خوندن نمازهای نوافل و سنت های رواتب و در حدیث دیگر پیامبر اکرم فرمودند که کسی که بر دوازده رکت نماز یعنی سنت های رواتب در شبانه روز التزام و پایبندی بکند خداوند او رو وارد بهشت میگرداند پس جا داره که در این ماه مبارک رمضان کاری بکنیم که جزو آزاد شدگان از عذاب جهنم باشیم جزو کسانی باشیم که خداوند ما رو از عذاب جهنم و گردنمون رو از عذاب جهنم نجات بده یکی دیگر از اموری که باعث نجاتمون از عذاب جهنم میشه گریه کردن از ترس و خشیت الهی است از عذاب الهی است آیا شده تا کنون که از ترس خدا در خلوت به تنهایی در نیمه شب جایی که تنها هستید و کسی شما رو نمیبیند نماز بخونید تلاوت قرآن بکنید و از ترس خدا و از عذاب الهی گریه بکنید این اون چیزی است که عشق ریختن به خاطر خدا یکی از اون چیزهایی است که باعث می شود که انسان رو از رفتن به جهنم جلوگیری بکنه اون هم حدیثی است از رسول اکرم صلی الله علیه و که فرمودند لا یل من بکی خشیت الله حتی یعود اللبن فی الذرع پیامبر اکرم فرمودند کسی که از ترس الهی گریه بکند وارد جهنم نمی شود تا زمانی که شیر به پستان برنگردد یعنی همونطوری که برگشتن شیر به پستان محال هست اون کسی که از عذاب الهی گریه بکند وارد جهنم نمی شود و یکی دیگر از اعمالی که باعث نجات انسان از عذاب جهنم می شود رفتن در راه خدا و قدم گذاشتن در راه خداست و اون حدیثی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و که فرمودند من اغبرت قدماه فی سبیل الله فهما حرام علی النار پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمود کسی که دو قدمش در راه خدا غبار آلود شوند فهما حرامون علی النار این قدم ها بر آتش جهنم حرام هستند هرچند بعضی از علما گفتند که مراد از فی سبیل الله جهاد در راه الله و مبارزه در راه الله است اما قطعا انسان اگر در راه الله قدم بردارد در هر جهتی باشد خداوند عزوجل اون رو از عذاب جهنم نجات میدهد یکی دیگر از مسائلی که باعث این می شود که انسان از, آز... از, جهنم آتش نجات پیدا بکنه و این ماه ماه آزاد شدن از آتش جهنم هست اخلاق خوب و رفتار خوب هست اون هم حدیثی دیگر از پیامبر اکرم هست که پیامبر فرمود من کان حینا لینا قریبا حرمه الله علی النار هر انسانی که فروتن و متواضع باشد و از اخلاق نرمی برخوردار باشد و با مردم نزدیک باشد از مردم فاصله نگیرد حرم الله علی النار خداوند آتش جهنم را بر او حرام میگرداند پس ماه آزادی از آتش جهنم هست دوستان ماهی است که درش انسان باید تسکیه بشه عادت بکنه که اخلاق خوبی داشته باشه در صورت دیگران و چهره دیگران لبخند بزند که این خودش اجر و ثواب هست تلاش بکنیم تا این کارها رو انجام بدیم تا از آتش جهنم نجات پیدا بکنیم یکی دیگر از مسائلی که باعث نجات از آتش جهنم میشه آزاد شدن گردن انسان از آتش جهنم میشه این است که کسی که اگر سه تا دختر داشته باشد یا سه تا خواهر داشته باشد و اونها رو سرپرستی بکنه و خوب تربیتشون بکنه و به جامعه دختران خوبی تحویل بده خواهران خوبی تحویل بده این هم باعث آزادی گردن انسان از آتش جهنم می, رسد، می شود و اون هم حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که فرمودن لیس احد من امتی یعولو ثلاث بنات او ثلاث اخوات پیامبر فرمود هیچ یکی از امت من نیست که سه تا دخترش را یا سه تا از خواهرانش را سرپرستی بکند فیحسن و الیهن به اونها خوبی بکند خوب تربیتشون بکند با اخلاق خوب با اونها رفتار بکند الا کن له ستر من النار مگر اینکه باعث ستر از عذاب جهنم میشوند پس دوستان من عزیزان من اگر شما جزو کسانی هستید که خداوند از زواجل به شما دخترانی عنایت فرموده از این ناراحت و نگران نباشید بلکه باعث خوشحالی شما باید باشند به خاطر اینکه اگر این دختران را خوب تربیت بکنید و به جامعه تحویل بدید باعث آزادی از عذاب جهنم میشوند و یکی دیگر از چیزهایی که باعث آزادی از عذاب جهنم میشود و ماه ماه آزادی از عذاب جهنم هست اون نشستن و ذکر کردن بعد از نماز صبح و نماز عصر هست که باز هم در حدیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم اومده که این باعث آزادی از جهنم میشه نشستن در مسجد قبل از طلوع خورشید و صد بار الله اکبر گفتن در حدیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم وارد شده که این باعث آزادی انسان از آتش جهنم میشه تسبیح گفتن سبحان الله گفتن صد بار سبحان الحمدلله گفتن صد بار این هم جزء چیزهایی است که باعث آزادی انسان از آتش جهنم میشه و با توجه به اینکه این ماه ماه آزادی از آتش جهنم هست سعی بکنیم که این از کار و اوراد رو بخونیم و به اینها عادت بکنیم تا که خداوند عزوجل باعث بشه که ما از آتش جهنم نجات پیدا بکنیم یکی دیگر از اموری که باعث آزادی انسان از آتش جهنم میشه تواف بیت الله هست که انسان بیت الله رو هفت بار تواف بکنه و بعد از اون دو رکت نماز نفل بخونه این هم در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اومده که هر کس هفت بار خانه خدا رو تواف بکنه و بعد از اون دو رکت نماز بخونه این کار باعث آزادیش از عذاب جهنم میشود و مسائل مختلفی دوستان عزیز قرض دادن قرض حسن دادن به مسلمانان کمک کردن به مسلمانان دفاع کردن از آبروی شخص مسلمان و صدها چیز دیگر هستند که در روایات و در احادیث اومدن که باعث آزادی انسان از آتش جهنم میشوند پس ما تلاش بکنیم دوستان عزیز که در این ماه آزادی از آتش جهنم در ماهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که در هر شب از شبهای ماه مبارک رمضان افراد زیادی از آتش جهنم نجات پیدا می کنن. خداوند ما رو جزو کسانی قرار بدهد که جزو آزاد شدگان از آتش جهنم باشیم و این بستگی به ما دارد دوستان عزیز که در این ماه ما از فرصت هایمون چگونه استفاده می کنیم؟ آیا اعمال و رفتاری انجام میدیم که باعث آزاد شدنمون از آتش جهنم بشود یا نه و با توجه به اینکه که معلوم نیست که تا رمضان دیگر ما زنده باشیم عزیزان یا زنده نباشیم تمام سعی و تلاشمون رو بکنیم که در این ماه مبارک کارهایی رو انجام بدیم که خداوند اون کارها رو باعث آزادی ما از آتش جهنم قرار بده تا جلسه دیگر و وقت دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته